السلام علیکم و رحمت الله و برکات جماعت. دوستان عزیز، ما خیلی خوشحال هستیم که در این شب خیلی مهم، در این شبی که میگن خیرتر از هزار تا ما هستش، خیرتر از یک کل قوم هستش، ما انشاءالله در خدمت شما هستیم و یه عرض خیلی مهمی داریم که انشاءالله با هم دست بتونیم بشیم که انشاءالله اینجا رو یک جایی بکنیم که پرچم امام زمان عجل الله فرجه و تعالی رو انشاءالله به همون حرمتی که هستش با غیرت بالا نگه داریم. برادران عزیز و خواهران محترم، ما این سال رو حدوداً یکم کمتر از یک سال پیش در ویسباده اینجا رو گرفتیم و با جمع کوچیک و خانوادگی شروع کردیم و الحمدلله جمع بزرگ شد، ولی الحمدلله هنوزم خانوادگی و صمیمانه هستیم. ما اینجا اگر دوستان یادشون باشه اینجا سالن نبودش، قدیما اینجا دیوار بودش، دیوار رو با جوانان همه جمع کردیم برداشتیم. اونجا مشکلای دستشویی بودش، ما با جوانان و کمکان بقیه همه جمع کردیم، توالت ساختیم. ما جلسات خیلی مهم اینجا داریم، داکومل داریم، درس واسه طفلا، واسه جوانها، واسه بزرگسالان داریم. و ما اینجا خدا رو شکر چند ماه هستش هر روز دروازه. الحمدلله اینجا در شهر ویسبادن یک مسجد شیعه هستش که امام علی، امام حسین و ائمه به در و دیوارش چسبیده و هر روز هر نماز نسبت هر نماز در جماعت داریم. ما دیشب میخوام اینو بدونم دوستان که بدونن اینجا چقدر ارزشمنده. دیشب از جوانها 15 تا از جوانها نماز شب خوندن در این همین جایی که نشستیم. انقدر گریه کردن این جوانها، انقدر گریه کردن، انقدر وصل شدن به الله سبحانه و تعالی که اصلا ما نمیتونیم باور کنیم این جایی که اینجا ما داریم چقدر ارزش بزرگی داره، چه چیزی واسه آینده جوانهای ما، واسه بچه‌های ما، ولی واسه خود ماها که سن و سالی هم دوستانی که بزرگتر ما هستن که اینجا میان دور بر هستیم و چقدر خوب به خداوند متعال وصل میشیم. ما چند وقت پیش این امامت این مسجد رو، یعنی روحانیت از کی تعیین میشه، با خیلی فکرها و جلسات زیاد به این تصمیم رسیدیم که ما وظیفه‌مون این هستش که انشاءالله امامت این مسجد و هرچی از فقه میاد از طرف مراجع تعیین بشه. یعنی ما هیئت امنا به خودمون اجازه نمیدیم که تعیین کنیم که کی روحانی خوبی هستش یا نه. ما به متخصصا که الحمدلله خدا رو شکر مراجع الحمدلله تو آلمان یک نماینده دارن زیر یک پرچم تو آلمان، امام زمان اینجا کار میکنه و این آقای آیت الله رمضانی هستن که وکالت آقای سیستانی، آقای وحید خراسانی، آقای خامنه‌ای همه علمای بزرگ شیعه رو دارن. به این دلیل خدا رو شکر ما الحمدلله از دوستان بیشتر آقای میرسالاری هستن، از هامبورگ فرستاده شدن، الان در خدمت آقای استاد دکتر ملک محمد هستیم، آقای پیروزمند اومده بود از هامبورگ. خلاصه الحمدلله این کمکی که ما از هامبورگ هم داریم خدا رو شکر یه چیزی هستش که واقعا این مسجد رو پر نور کرده، پر علم کرده و الحمدلله ما این ارزش رو واقعا با اومدنمون اونجا ثابت میکنیم. ما از دوستان عزیزمون یک خواهش خیلی مهم داریم، ولی الان خیلی مهمه که ما دقت کنیم که الان آینده این مسجد چی میشه. آینده این مسجد دست ما ها هستش، آینده این مسجد دست تک تک من و شما هستش. ما اگر این توی مسجد خدا نکرده به خادما بی احترامی بکنیم، خدا نکرده ناراحت بشن دیگه نیان، دیگه این مسجد کارش سخت‌تر میشه، نمیتونیم اینقدر موفق باشیم و پیشرفتی که میکنیم و ادامه بدیم. یه نکته خیلی مهمی هستش که از همه مهمتر هستش، بحث مالی مسجد هستش. دوستان عزیز میدونن که این مسجد هزینه داره و ما همه هزینه رو معمولا به بیرون آویزون میکنیم که چقدر درآمد داریم، چقدر هم خرج داریم. واسه اینکه دوستان کلیت بدونن، ما 1600 یورو ماهی، خواهران محترم توجه میکنن، خواهران عزیز صلوات برای خواهران محترم. اللهم صل علی محمد و خدا قبول کنه. این هستش که ما اگر نفهمیم که اینجا همه تک تکمون یک وظیفه خاصی داریم که اینجا رو اگر رو بچید مالیاشو ندیم، ما اینجا نمیتوانیم اینجا رو ادامه بدیم. یعنی واقعا خطرش بر این هستش که ما نتوانیم اینجا رو دیگه تا اون وقتی که دوست داریم نگه داریم. بعدش هم باید جوابگوی
بچه هامون باشیم، در جوابگوی امام زمان باشیم و روز قیامت جواب بدیم که این 5 یوروی من واقعا 5 یورو 10 یوروی من واقعا تأثیر میذاره. بخاطر ما جمع بزرگ هستیم، اگر هممون در حد هر خانواده 50 یورو بذاره مشکلاتمون حل میشه. ولی متاسفانه بعضی از خانواده مشکل دارن، بعضی از خانواده دیگه میتونن کمک کنن و به خاطر همین ما باید به قلب خودمون نگاه کنیم و ببینیم چقدر این مسجد واقعا زندگی هامونو تغییر داده و خواهد داد. ما انشاءالله میخوام در آینده جای بخریم، ولی اگر اینجا رو نتونیم ثابت کنیم بحث مالیشو، هیچ وقت به اونجا نمیرسیم که بتونیم بخریم. دوستان عزیز، ما اینجا یک فرمایی داریم، همه دوستان هم فکر کنم میشناسن. این شب شب قدری هستش که همه کل سالمون انشاءالله نوشته میشه. به خاطر همین من از دوستان خواهش میکنم که این فرمی که هستش رو بدون اینکه هیئت امنا بیاد به تک تک بگه، تک تک انشاءالله بیا پیش مسئولش، پیش آقا منصور، پیش هیئت امنا، بیاد این فرم بگیرن که ثواب این که بعد از تذکر دوستان برن واسه بحث مالی خیلی کم داره. من به دوستان خواهش میکنم خودشون بیان بابت این فرم، این فرمو یا اینکه پر بکنن، یا اینکه اگر فرم کردن پرتر بکنن، بیشتر یه مقدار یه 10 یورو بیشتر بذارن که ما بتونیم انشاءالله به کمک خداوند متعال اینجا رو به یه جایی برسونیم که واقعا صاحب زمان واقعا روسفید در ایستادن باشه. البته روسفیدشون کردیم از هم دارم، ولی ما خیلی بیشتر پتانسیال داریم. در عرض یک سال اگر دوستان دقت کنن به کجا رسیدیم، ما خیلی بالاتر میتونیم برسیم. جمعمون جوره، همه رفیقا با هم هستن، فقط این بحث مالی هم باید هممون دونه دونه به دوستای دیگه هم تذکر بکنیم و انشاءالله دست به دست بشیم که انشاءالله انشاءالله ما بتونیم اینجا رو یه جایی بسازیم که آیندهش دیگه اولی باشه. برای دوستانی که موافق هستن که اینجا با هم تعارف داشته باشیم و دست به دست بشیم، لطفا اجماع یه صلوات غیرتی که خودتان انتخاب کردیم، رئیس خادم، رئیس خدمتگاری مسجد، و ما خواهش ما همیست لااقل پول ماهانه تانه لطفاً از خواهران و برادران لااقل به همون حسابه که 10 یوروز یا 20 یوروز هم ده لطف کنید پرداخت کنید. شما فعلاً مشکل داریم و واقعاً دایجان عرض کردن که مشکل مالی ما به حد رسیده که دیگه متاسفانه کم کم ناامید میشه و انشاءالله امیدوار هستیم از شما برادران و خواهران که این لطفا بکنین اگر امکان باشه که دیگه اگر ما این معانه را که بتونیم که از طریق همین درخواهی که از طریق بانک تا ما بخواهیم بگیریم هم برای ما را درست هم برای شما، اگر این لطفا بکنین ممنون میشیم از تان. انشاءالله که عبادتهایتون قبول باشه، نماز روزهایتون قبول باشه، دیگه وقت تان نمیگیریم، انشاءالله که این کار انجام بدیم. سلامت بگیم برای سلامتی خودتان.